باز صدا. خب سلام مجدد خدمت بچه‌های گل، بچه‌های گل خودم در کلاسمون آنلاین آکادمی و بچه‌های عزیزی که سال 11 هستن و به ما اضافه شدن. خب من یه توضیح کوتاهی رو برای هر دو گروه در حد 1-2 دقیقه عرض می‌کنم خدمتتون، بعد کار رو ما ادامه میدیم. با دانش آموزای کلاسمون اگه 11 دوست داشتن میتونن توی کلاس باشن، اگر نه که حالا توضیحات من رو گوش بدن و از جلسه بعد به کلاس اضافه شن. من طبق صحبتی که با مدیریت آنلاین آکادمی داشتم، در واقع سیستم رو این شکلی چیدیم که دانش آموزای 11 هم در نیمه دوم کلاس به ما اضافه شن، یعنی ساعت 1:45 تا 1:08 یک ساعت من نکات برجسته مهم تمام دیتیلای سال 11 رو خواهم گفت. یه جزوه‌ای داریم روش خورده، جزوه 3 که مربوط به کل سال 11. حالا امشب یا فردا این جزوه روی پنل دانش آموزا قرار میگیره. یک هفته فرصت دارید که جزوه رو پرینت کنید، یعنی باید حتما جزوه پرینت شده جلوتون باشه که من هفته بعد بتونم از روی اون به شما درس بدم. یک ساعت اول در کلاس خودم مربوط میشه به جزوه 1، جزوه 2 و میریم روی جزوه 4، همینطوری شماره جزوه ها میره بالا و ما تقریبا هلوش 6-7 هفته شاید هم بیشتر مطالب سال 11 رو در نیمه دوم کلاس میگیم، یعنی موازی به شکل parallel growth، رشد موازی میریم جلو. یه تایم رو میذاریم روی جزوه های در واقع حالا 2, 4, و 5 همینجوری و تایم دوم رو اختصاص میدم به جزوه سال 11. بنابراین یه یک ساعت از ساعت 1:45 تا 1:08 نکات تمام دیتیل های سال 11 رو با هم شخ میزنیم. خب حالا اگر در واقع دانش آموزای سال 11 الان علاقه ای دارن میتونن توی کلاس، توی فضای کلاسمون باشن و یه مقدار تستنی رو ببینن که با سبک گفتن من و تدریس من هم آشنا بشن. اگر نه که خب دقیقا 13 آبان روز دانش آموز من میخوام یه کادوی خیلی خفن به شما بدم، یعنی استارت کلاس 11 از 13 آبان سه‌شنبه ها ساعت 1:45 تا 1:08 تمام نکات مربوط به سال 11 رو بررسی میکنیم. نسیم پرسیده سال 10 و 11 هم در کنکور میاد توی کنکور؟ حتما میاد نسیم. کنکورتون اتفاقا کنکور 98 تقریبا میشه گفت همه گرامراش روی پایه بود. کنکور 99 اینطوری نبود و کنکور 1400 من به نظرم میاد که سوالات پخته تر و حرفه‌ای تری رو خواهیم داشت، چون کتاب جدیده، هر سالی که میگذره در واقع سوالات حرفه‌ای تر میشه. خب اینم از این. حالا من الان کارم رو دیگه با دانش آموزای خودمون ادامه میدم. اگه 11 دوست داشتن میتونن در فضا باشن توی همین فضای کلاس ما و از تست زنی ها استفاده بکنن و با طرز گفتار منم آشنا شن. خب اینم از این. بریم با دانش آموزای خودمون کار رو ادامه بدیم. پس من یک بار دیگه هم تأکیدی میگم، 13 آبان روز دانش آموز یک کادو خفن برای سال 11 و برای دانش آموزای خودم هم که در واقع میشه ادامه کار با سال 11. خب بچه ها اون اوکی خوشگل و طبق همیشگی، عادت همیشگیمون میدید و کار رو ما با هم میریم جلو. بسیار عالی، دمتونم گرم. مریکا میگه استاد ببخشید امکانش هست آزمون ها رو آخر هر جلسه بگیرین؟ مریکا به دو دلیل این کار رو انجام نمیدم. خب اولا که پشت سر من فیزیکه و زمانی برای انجام این کار نداریم، این یک. دو، من میخوام آزمون رو تحلیلم بکنم. خب این که فقط یه آزمون رو بگیریم و سریع تموم شه خیلی مثبت نیست. اوکی، من میخوام آزمونی که گرفته میشه 20 تا سواله در حد 10-15 دقیقه هم نکاتشو بگیم، آقا غلط زدی، چرا غلط زدی. اون فهم بیشتر و تسلط بیشتر شما رو باعث میشه. خب بچه ها برم سراغ تست 28.
پس گفتیم که توی تک کوئسشن ها یه فعل کمکی میاری، یه ضمیر فاعلی هم میذاری کنارش. فعلای کمکی بی، دو، هاف و فعلهای ناقص. ضمایر فاعلی آی، یو، هی، شی، ایت، وی و دی. این ترکیب میشه یه تک کوئسشن. خب حالا با اون 20 مورد ضمیمه‌ای که قرار شد شما 3-4 دقیقه دورش رو انجام بدید، بریم تست 28. Something is missing from this meal. بچه فعلم الان چیه اینجا؟ is. منفیش میکنم، میشه isn't. بعد something جز فاعل‌های مبهم شیئیه. Something, nothing, everything، اینا همشون باید جاش it بشینه. پس میشه isn't it. گزینه 3، باریکلا. بریم تست 29. When you arrived, everybody was there. میگه وقتی رسیدی، everybody was there. همه اونجا بودن، نبودن؟ خب، گزینه شما چیه؟ باریکلا، باریکلا. این مشارکت برای من ارزشمنده. خب، بچه ها یه نکته ای رو در مورد جملات مرکب خدمت شما بگم. حالا اگه میخواین نوت بردارین یا هر چیزی، اینا تستای دوره ایه دیگه. من برم توی یه صفحه سفید، قشنگ به من گوش بده. آقا جمله مرکب یعنی یه کلمه ربط داره، یعنی یه کلمه ربط دوتا جمله رو به هم وصل کرده. پس من دوتا جمله دارم که یه کلمه ربطی اومده اینا رو به هم وصل کرده. خب بعد کلمه ربط میتونه در اینیشال پوزیشن هم قرار بگیره، یعنی جایگاه اول، یعنی این جمله میتونه اینطوری هم باشه. خب فقط یه ویرگول میاد وسطشون، یعنی کلمه ربط و بعد دو جمله. خب این میشه کلن یک شکل فرضی برای جملات مرکب. همیشه جمله بعد کلمه ربط میشه پیرو، اون یکی میشه پایه. ببین چقدر ساده دارم میگم، همیشه جمله بعد کلمه ربط میشه جمله پیرو. الان اینجا میشه جمله پیرو، پس اینا میشن پایه. یعنی ما یه subordinate clause، main clause. main clause جمله پایه، subordinate clause جمله پیرو. خب الان اینجا این میشه پیرو، اینم میشه پایه، این میشه پیرو، اینم میشه پایه. تا اینجا یه حرفم که خیلی شفافه. حالا میگم اگه جمله مرکب دیدی ازش خواستی تگ بسازی، تگ کوئسشن، دنباله سوالی، فقط باید روی چی کار کنی؟ پایه. مرسی، باریکلا زهرا. زهرا داری میترکونی ها، خیلی خوب داری میای جلو، آفرین. پس ملاک ساخت تگ در جملات مرکب کدوم جمله است؟ پایه، یعنی با پیروکاری نداری. ها؟ جمله بعد کلمه ربط تو کاتش کن، با اون کاری نداری. حالا برمیگردم روی تست خودمون. When you arrived، آقا این ون الان یه کلمه ربطه. ببین این ون، اینم جمله پیرو، من اصلا باش کاری ندارم. Everybody was there، این میشه جمله پایه و تگ روی پایه بسته میشه. خب وازشو میگیرم، سری منفیش میکنم، میشه wasn't. بعد به جای everybody باید بذارم they، میشه wasn't they. خب الان هر بچه حواس جمعی به این دوتا نگاه کنه میبینه اینا با هم ست نیستن، این مفرد این جمعه. ها؟ فعل و ضمیر فاعلی باید با هم همخونی داشته باشن. پس میام این wasn't رو به شکل جمع می نویسم، weren't they. و الان گزینه چند باید بزنم؟ دو. تشکر از جواب درجه یک شما. خب بله، یک بار دیگه هم تکرار می کنم برای بچه های 11 که الان با ما هستند. ما از 13 آبان، یعنی هفته بعد که میشه روز دانش آموز، ساعت 1:15 تا 1:08
استارت 11 میزنیم. خب امروز ما داریم کارهای تکمیلی جلسات قبلیمون رو انجام میدیم. از روز دانش آموز یه کادو هم برای 11 ها داریم، نکات سال 11 به طور کامل با جزوه 3. فقط چه دانش آموز خودم چه 11 حواستون باشه، جزوه 3 مربوط به سال 11. امشب یا فردا صبح رو پنلتون پرینت بگیرید لطفاً و آماده و قبراق برای هفته بعد توی کلاس شرکت کنید. تست شماره C. He said that this one was beautiful. خب آقا برو بریم جواب ببینم چی میزنی. تست شماره C. فقط C رو من یه اصلاح بکنم، اینجا U خطاه، باید بشه He. He said that this one was beautiful. اون گفت که این زیباست، نگفت. خب یعنی الان بله گزینه یک دیگه خیلی تابلو شد، didn't he. ملاک عمل میشه he said. با پارت دوم جمله کاری ندارم، باریکلا ایول. خب بریم سراغ شماره 31. Please close the door after you. آقا جمله امریه، بعد برای جمله امری will you خوبه. حالا will you تو گزینه ها ندارم، آپشن جایگزینش میتونه won't you باشه. بنابراین الان بهترین گزینه ای که ما انتخاب میکنیم چیه؟ Please close the door after you. جای خالی. خب میذارم گزینه گزینه چند میزنید شما؟ اعلام کنید سریع. بچه ها خوب گوش بدین. اگه یادتون باشه گفتم در امریهای معمولی ما همه رو میذاریم will you، توی امریهای تعارفی و تأکیدی میذاریم won't you. خب و توی امریهای سرزنشی can't you. بنابراین الان اینجا امری ما تعارفی یا تأکیدی یا سرزنشی نیست. در نتیجه با وجود اینکه گزینه یکم خطا نیست، گزینه 3 رو انتخاب میکنیم که گزینه بهتریه، یعنی به جای will you میذاریم would you. میتونیم از فعلهای ناقص برای جملات امری استفاده کنیم. ولی تست 31 یه مقدار از فضای کنکور شما الان خارجه، یعنی یه مقدار در واقع جزء تستاییه که حاشیه روی توش شده و خیلی بهش گیر ندید. یعنی الان گزینه 1 هم واقعا غلط نیست، ولی گزینه 3 گزینه قشنگتریه. خب برو بریم تست شماره 32. Let him go. سری جواب بده. Let him go. تست شماره 32. ماشاءالله آفرین. آقا let him go فاز امری داره، امریه رو هم با will you میزنیم. آقا بفرما، اینم will you. تمام گزینه 3. ببینم 33 رو چی کار میکنی. He has never seen such a thing before. این آپستروف اس نشانه هزه، یادت باشه. خب چون بعدش پپه به کار رفته. He has never seen such a thing before. خب هزش رو باید سریع بیارم بنشونم اینجا، اینم هز. آقا منفی بکنم یا نکنم؟ آفرین، چون never داره اینجا عامل منفی ساز رو داره، پس دیگه تو منفیش نکن. و یهی هم بذار کنارش، has he میشه گزینه 3. باریکلا. بریم شماره 34. On the journey. آقا journey یعنی سفر، حالا اصلا مهم نیست معنیش هم کسی ندونه، اینجا کارو خراب نمیکنه. His ship ran into a huge storm destroyed. رفته توی چی؟ and or but و so. سرا بالا بالا هیچی نزن. آبجی سرا بالا پسرای گل. الان قشنگ منو نگاه کن،
روی اند، اور، بات، سو چند تا نکته بگم. اند دو عمل متوالی رو به هم وصل میکنه یا اضافه کردن اطلاعات، اور انتخاب، بات تضاد و مقایسه، سو نتیجه گیری. خب توی این چهارتا بچه ها کدوم ها رو با هم بیشتر اشتباه میگیرن؟ اگه گفتی توی این چهارتا بچه ها کدوم ها رو آفرین کیمیا، باریکلا، اند و سو، فاز بات و اور یه جوریه که کمتر اشتباه میشه. اند و سو رو بچه ها خیلی با هم اشتباه میگیرن. خب سو باید جمله دوم نتیجه جمله اول باشه، اند اطلاعاتی رو به جمله اول اضافه میکند. نرفتم مهمونی خیلی خسته بودم. خب چون که خیلی خسته بودم نرفتم مهمونی، یعنی نرفتن مهمونی نتیجه خسته بودن سو میخواد. اند بذاری غلطه. ماشین بسیار خوبیه و امکانات زیادی هم داره. دارم یه دیتایی رو جمله قبلم اضافه میکنم، اند میخواد. بعد گفتم اند، اور، بات و سو همشون پشتشون یه ویرگول یا نقطه میخواد. بعد فاعل جلوشون اگه با فاعل قبل یکی باشه باید تبدیل بشه به ضمیر و این ضمیر میتونه حذف بشه بجز بدو، بجز مرسی، بجز سو، باریکلا. یعنی اند، اور و بات فاعل جلوشون میتونه حذف شه به شرطی که با فاعل جمله اول یکی باشه بجز سو. حالا بریم سراغ تستا. 34 گزینه انتخابی شما. حال شما چطوره؟ خوبی؟ خب on the journey میگه توی سفر his ship ran into huge storm، میگه کشتی اون توی موجای طوفانی افتاد. اند و آسیب دید. خب الان سو برای نتیجه گیریه. خب سو برای چیه؟ نتیجه گیریه. تست شماره 34 بچه ها اگر بزنیم سو، این سو has destroyed، خب اون فاعل جلوش کو، اصلا has destroyed فازش معلومه، پس گزینه سه رو نمیتونیم انتخاب کنیم. اگه اینجا بزنم سو خیلی هم خوبه ها، سو was destroyed. مشکل گزینه چهار چیه بچه ها؟ الان چرا گزینه چهار رو انتخاب نمی کنم؟ آفرین، باریکلا صوفیا. میگه آقا جلوی سو اون فاعله که الان اینجا نقش مفعول داره باید باشه، نمیتونه حذف شه. پس سو میگه فاعل یا مفعول جلوش در جملات مجهول مفعول، در جملات معلوم فاعل، باید حذف نشه که اینجا حذف شده است. پس میزنیم and was destroyed. باریکلا این تست قشنگی بود، باریکلا این تست قشنگی بود. اند واز دیستروید و تخت آسیب دید، خراب شد. خیلی خوب، پارت دوم جمله مجهوله. بله اند واز دیستروید، واز دیستروید میشه ماضی ساده مجهول. بریم تست 35. There is little we can do about it. خب یه تگ برای سری بدید، برو بریم سری. آماشالله، باریکلا. There is، آقا این there is. خب گزینه دو رو انتخاب کردید. تست شماره 35 گزینه دو. آقا ایز رو ور میدارم میرم اینجا، اینم ایز. چرا منفیش نکردی؟ میگه there is little، الان این فیو و لیتل گفتی منفی میسازه، باریکلا. پس دیگه خودش رو یه ذر می نویسیم، منفی نمی کنیم. بعد به جای درم باید خودش رو بذاریم. یادت گفتیم اگه در داشته باشیم ضمیر فاعلی هم خودش دره، پس میشه is there. و گزینه دو، باریکلا. بریم تست 36. The meeting was sales representatives from all the regions. آها ببینم اینو چی کار میکنی، یه تست خوشگل.
تست شماره 36. آباریکلا. مرسی بچه ها. واقعا خوبه. همین فرمون برید جلو. انشالله که کنکورتون هم میترکونین این شکلی. خب. میگه the meeting was sales representative. آقا اومده یه کلمه قلم به سلم به انداخته اینجا برای اینکه یه ذره حواس شما رو پرت کنه. آقا اصلا اینو بذار X. خب. From all the regions. از همه نواحی. از همه منطقه ها. از همه مناطق. خب. میتینگ. فعل گزینه اتند. شرکت کردن. مگه جلسه خود شرکت میکنه؟ نه. پس ساختار من مجهوله. آقا این مجهول تو بیشم این پشته. پس یه پپه میخوام انتخاب کنم. یعنی یا گزینه یک یا گزینه سه و گزینه های دو چهار خدافظ. بعد شما وقتی فاعلتو داری میاری یه بای هم باید پشتش بذاری دیگه. پس attended by x یعنی جلسه برگزار شد با ایکس ها. حالا ایکس ها هرچی که میخوان باشن. نمایندگان فروش. Sales representatives. آقا represent یعنی show. Indicate یعنی نشان دادن. نمایان کردن. Representative یعنی نماینده. حالا اصلا معنیش هم مهم نیست. خب پس گزینه سه. آفرین به شما. و تست شماره 37 ببینم چه میکنی. He was out of work at the time. Had a difficult time meeting the needs of his large family. 37. برو بریم تو پاسخ. 37. آفرین آفرین براو باریکلا باریکلا به شما زهرا باریکلا سوفیا آناهیتا عباس عباس نیستی ها عباس به نمایندگی از همه پسرهای ها آقا پسرها کجا هن محدثه امیرحسین اونور البته توی بالا اچتی ها اچتی ها هم ترکوندن ها امروز باریکلا آقا he was out of work at a time میگه اون زمان بیکار بود کاری نداشت had a difficult time زمان سختی داشت meeting the needs of his large family بچه ها کنکور رو بالا زدن تو بحث واژه معنیش این نیست که آقا 10 ترم 20 ترم باید قبلا کلاس زبان رفته باشی ما یه ترکیبی داریم باید کالوکیشن های ترکیب های کتابمون رو خوب بشناسیم meet the needs یعنی برآورده کردن نیاز اصلا توی کتابمونه من همه اینا رو به شما خواهم گفت خب پس برآورده کرد میگه زمان سختی رو داشت برای برآورده کردن نیازهای خانوادهش خانواده پرجمعیتش داره نتیجه میگیره آقا همین که نتیجه میگیره یعنی برو تو کار سو گزینه 1-3 خدافظ خدا نگهدار جدی آقا نیومده داری میری چتته؟ خبرهای خوب؟ به سلامت خواهش میکنم خداحافظ He was out of work میگه کاری نداشت در نتیجه اوضاع سختی داشت همه بچه های من میدونن که بعد سو باید فاعل رو ذکر کنن گزینه 4 و تمام مرسی این سو الان بعدش فاعل میخواد که نداره این فاعل رو اینجا نداری خب آقا برم تست شماره 38 تست میزنم آی تست میزنم 38 گزینه بده ببینم She rarely cut her hair میگه اون موهاشو کوتاه نمی کنه rarely منفی میکنه حواست باشه خب 38 شما چی دارید میزنید آباریکالا سه داریم و دو یه سری بچه ها میگن سه یه سری ها میگن دو من یه راهنمایی بکنم کات سه قسمتش اینه کات پس اگه این جمله رو حال در نظر گرفتید این باید بشه کاتس دقت کنید
این نشون میده که این زمانش گذشته است. بچه ها راجب فعلایی که قسمت اول دومشون یکیه باید حواستون رو جمع کنید که آقا این جمله زمانش حاله یا گذشته است. خب اگه حاله پس اسش کو؟ پس این گذشته است. دید چی؟ گزینه سه تمام. آقا برای فعل کات که اصلیه دوداز دید میخوام، چون گذشته است دید میخوام، دیدو منفیش بکنم؟ نه، rarely داره، پس یه دید چی بذاریم و تمام. اینم گزینه سه. بریم تست شماره 39. Her car has been broken for the past 2 months. It's little wonder she hasn't come to visit you recently. خب یه اند اور باتسو سری بزن. علی رغم این که هیکل تست گنده است، دیگه بقیهش خیلی چرته، خیلی ساده است. 39 گزینه بده به من. خب زهرا میگه آقا پس چطوری بفهمیم این حاله؟ خب آبجی اگه این حال بود یه اس سوم شخص میگرفت دیگه. زهرا 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 دو ساعت زهرا من داستان سرودم برای تو، من گارد بگیر زهرا. بچه شما، من یه خواهشی ازتون دارم، 2 ساعت در هفته با منی، 3 ساعت هم در هفته برنامه مطالعه دارید که هر هفته هم بعد از پایان کلاس ما برنامه رو استوری میکنیم، یعنی یه برنامه قشنگ ترتمیز مطالعه هفتگی استوری میشود. من برای اینکه دیگه وقت کلاس گرفته نشه الان یه استوری خوشگل بعد کلاس تکلیف هفته رو میرم. اوکی؟ خواهش میکنم این 2 ساعت و اون 3 ساعت رو جدی بگیر، یه زبان 90% خوشگل بزن، تموم شد. حالا اگه آیدی هم ندارید بی خود کردید، ندارید الان، تا الان آیدی منو نداری؟ خب آقا چند زدی؟ میگه گزینه 1 رو زدن بچه ها. تست شماره 39 بچه ها زدن گزینه 1. چشم، دایرکتر رو چک میکنم، محل خودت بخون، اون مال توه. میگه دایرکتر رو چک کنی، به من نگو. خب آقا نتیجه است دیگه بچه ها، جمله دوم نتیجه این، الان نتیجه جمله اوله، بعد اینم سو، اینم فاعلش. Her car has been broken for the past 2 months. میگه ماشینش 2 ماه خرابه. در نتیجه جای تعجب نیست که نیومده بهت سر بزنه. خب بابا این الان چرا زدید 1؟ الان کجاش تضاد داره بچه ها؟ جمله 2 نتیجه جمله اوله و فاعل هم که جلوشه. خب پس زدم گزینه 4، رفتم تست 40. 10 تست پایانی از 40 تا 50. سعی کنید بچه ها دیگه سوتی ندید. 40 تا تست دوره ای زدیم، کلی هم که قبلش تست دادیم. برو بریم. Let's not argue about money. تست شماره 40. زهر و لگدری برو بیرون، دوباره بیا. زهر و لگده؟ اون چیه زدی؟ Let's not argue. آقا let's کلن با هر چی که باشه، let's با let us فرق میکرد، گفتیم براش بذاریم shall we. Let's do the exercises. خب بله اینم گزینه 1، مرسی، تمام. البته اینجا به فاز منفی بودن شنت هم میتونیم بذاریم، ولی داستان اینه که خب اصلا شما ندارید و گزینه 3 رو بیخیالش شید. بریم 41. He can speak English and Spanish fluently. میگه اسپانیایی و انگلیسی رو خیلی روون صحبت میکنه. French is not so good. ولی فرانسهش خوب نیست. یه ولی، یه بات. اینم گزینه 2 بزنم یا 4؟
خب قطعا گزینه دو، چون این هی که آپوستروف اس داره یعنی هی ایز، در حالی که من میخوام بذارم هیز. But his French is not so good. برم تست 42. امیر حسین میگه آقا من درک مطلب هیچی بلد نیستم، چیکار کنم؟ توکل کنم. امیر حسین، اول توکل به خدا، بعد توکل به من. خب حالا اصلا ما متن خوانی رو بخش ثابتی از کلاس میخوایم قرار بدیم. از اینجا به بعد که داریم میریم جلو، کلاس ما دیگه داره قشنگ کانالیزه میشه، ساعتاش داره مشخص میشه. ساعت اول میایم روی تستنی، رفع اشکال و متن خوانی، کلوز تست، همه اینا. ساعت دوم میریم روی یازدهم. خب شما فقط کاری که میگم و انجام بده و همه مشکلات برطرف میشه. 42. Many women. فاطمه جاودانه میگه من 80 زدم. دمت گرم. فاطمه میگه من 80 زدم، رشد قابل توجهی هم داشته. البته این زحمت خودتونم هست. چشم، اینا رو آخر ساعت همه رو میزنم. الان یه 20 دقیقه باقی مونده رو این تستا رو تموم کنیم. Many women work outside the home. بچه این تست خوبیه ها، این تست خوبیه، یه ذره روش فکر کنید. زنای زیادی بیرون از خونه کار میکنن. بعد میگه جای خالی، the housework. خب حالا ارتباط باید بین یه بات و سو شما شیفت کنید، یعنی اگه بات میذاری باید تو جمله جلوش تضاد بذاری، اگه سو میذاری باید نتیجه گیری کنی. خب but they're not helped with the housework. خب این but یعنی باید الان اینجا تضاد باشه. but they're not helped، ولی بهشون تو کارهای خونه کمک نمیشه. خب الان خیلی خوبه دیگه. آقا الان 42 مشکلش چیه؟ میگه میرن بیرون کار میکنن ولی تو خونه بهشون کمکی نمیشه. خب زنی که میره بیرون کار میکنه، منطقش اینه که توی خونه هم بهش کمک بشه. پس وقتی نمیشه میشه پارادوکس، تضاد. من الان گزینه یک اوکی میدونم. بریم دو. but they're not helped by، اصلا این دوتا by داره، بایا رو باید بذاریم کنار. خب by کننده یه کار میاد بعدش. خب by رو زمانی به کار میبریم که کننده یه کار بیاد. اینجا میگه helped with the housework، یعنی در مورد کارهای خونه بهشون کمکی نمیشه. پس کننده کار نداریم که بای بذاریم. پس گزینه‌های دو چهار هیچی. So they are not helped with، میگه در نتیجه تو خونه بهشون کمک نمیشه. خب این چه نتیجه گیریه؟ الان این نتیجه گیری منطقی نیست. پس گزینه یک و تمام. خب من دیدم که خیلیاتون دو زده بودید ها. بچه ها بای اینجا می نویسم، بعدش باید کننده کار بیاد. خب در حالی که اینجا ما کننده کار رو بعد بای نداریم. رفتیم 43. Every kid is a genius at something. هر بچه ای توی یه چیزی باهوشه. سریع تگ بده براش. 43. ماشاءالله، آفرین، باریکلا. آقا every kid is، ایزشو سریع بر میدارم میکنم isn't. Every kid رو میذارم day، اینا نمیخوره، ایزشو درست میکنم میشه aren't day. حالا گزینم چنده؟ حالا گزینم 4. مرسی. aren't day. 44. بچه یه لحظه همه شیفت کنین رو من، منو نگاه کنین. آقا اینجا رو یه لحظه همه نگاه کنین. در جزوه یک سه مبحث گرامری رفتیم، توی هر مبحث حداقل 30-40 تا تمرین انجام دادیم با هم، حداقل. بعد یه 50 تا هم تست دوره‌ای گرامر رفتیم از کتابای معتبر بازار، قلمچی، سبز، خیلی سبز، گاج، یعنی یه مجموعه‌ای که بالاش خورده تستای غیر تألیفی. اگه واقعا اینا رو شما با من دیگه منظم اومده باشی جلو، دیگه الان تو مجهول و حرف ربط و تک کوشن نباید گیر کنید. حالا اگه خوب نخوندید تا زمان باقیه یه بار دیگه برید آفلاین ها رو ببینید.
یه بار دیگه آفلاین ها رو ببینید، خودتون رو به روز کنید. اوکی؟ One of the problems by the management next week. 44 گزینه بده. باریکلا، مرسی. گزینه 3، دمتون گرم. خب One of the problems by the management. وقتی میگه by the management یعنی برو تو کار مجهول. بایی که بعدش کننده کار میاد یعنی جمله مجهوله. پس الان اینا که پپه نداره، ببین گزینه 1-2 اصلا خدافظ، یا 3 یا 4. بعد میگه one of the problems، شما اون وقت آر میذاری براش، یعنی اونی که زده گزینه 4. one of the problems مفرده، جمع نمیتونه باشه، پس اینم گزینه 3. مرسی. everybody must pay taxes، هر کسی باید مالیات بده. خب هر کسی باید مالیات بده. 45 گزینه بده. آما شالله این فعل کمکی یه منفی بزن تو سرش میشه mustn't. everybody هم جاش بذار they، اینم گزینه 2. باریکلا. 46 three areas where police suspected there were terrorists. جای خالی no one was found. یه تست سخت، یک تست پیچیده، البته برای شما باید ساده باشه. میخوام ببینم اینو کیا درست جواب میدن این تست رو. ببینم کیا این تست رو درست میزنن. توی آزمونتون تستا رو همه رو نرمال میذارم در سطح کنکور، ولی یکی دو تا تست هم میخوام نکته دار بذارم، یعنی کسایی که صد میزنن باید جایزه بگیرن. صد هر کی تو آزمون بزنه جایزه داره، جایزه خوبم میدم. خب آقا 3 داریم 2 داریم 4 داریم، چه خبره؟ تست شماره 46. خب حالا من جواب رو اعلام کنم. بیشتر محل و گزینه چند زدن؟ 2 و 3. نه بیشتر گزینه 2 زدن. خب حالا من یه تکنیک تستنی بهتون بگم. برم رو برگه سفید. آبجی قشنگ اینجا رو نگاه کن. من میگم آبجی یعنی برادرام همینجوری ها، آبجی ها، اخوی ها، قشنگ اینجا رو نگاه کنیم. دختر پسرای گل من، بچه ها گاهی یک اسم ما میدن، مثلا اینجا students. خب بعد فعل یه جای خالی هم میذارن جلوش. خب students، دانش آموزها، بعد فعل جلوش رو میذاره تشویق. ها تشویق شدن، مثلا encouraged. خب دانش آموزا تشویق شدن، این جمله مجهوله، دو سود دانش آموز میزنه. اوکی. اما گاهی طراح برای اینکه کار رو سخت‌تر کنه میاره کلمات هرزی رو بین اسم قبل جای خالی و جای خالی میذاره. مثلا نگاه کنی اینجا میگه دانش آموزهایی چه سال گذشته معدل بالایی داشتند، حالا جای خالی، یعنی یک نیم جمله هرز برای اینکه دانش آموز نسبت به جای خالی و اسم قبلش تمرکزش رو از دست بده. خب اون چیزی که ما بهش میگیم جمله هرز، یعنی تأثیری الان در انتخاب ما ندارد، میشه جمله وصفی، adjective clause. میتونه کوتاه بشه، بشه عبارت وصفی، که همه اینا میشه درس 2 سال 12 ما فعلا باهاش کاری نداریم. پس دانش آموزا تشویق شدن، دانش آموزایی که معدل بالای 19 داشتند تشویق شدن، یعنی گاهی یه جمله وصفی بین اسم و جای خالی میشینه که ذهن ما رو درگیر کنه، تمرکز ما رو بیاره پایین. من میگم اون جمله وصفی رو کات بده، نبینش، برای اینکه کار راحت تر شه. حالا بریم توی تست قشنگ نگاه کن. 3 areas، 3 ناحیه، 3 ناحیه‌ای که، آها
یعنی جمله وصفی جلوشه. Where police suspected there were terrorists، یعنی سناحیه‌ای که پلیس مشکوک بود که در آنها تروریست وجود دارد. آقا من همه اینا رو گذاشتم توی جمله، ولش کن قیچی. سناحیه، خب حالا ناحیه اتک میکنه یا اتک میشه؟ آیا ناحیه خودش حمله میکنه یا بهش حمله میشه؟ حمله میشه به ناحیه. پس من باید برم سراغ ساختار مجهول، یعنی گزینه دو سه حذف میشه، یا یک یا چهار. بعد این ورش میگه no one was found، کسی هم پیدا نشد، یعنی تروریستی هم وجود نداشت. این میشه تضاد، یعنی بین دوتا جمله من کانتراست یا تضاد وجود داره. پس باید برم تو فاز بات، سو مال نتیجه گیریه. پس الان گزینه چهار میشه جواب صحیح. دمتونم گرم، چند تا از بچه ها چهار زدن، ولی بچه ها گزینه دو سه هم خیلی داشتیم ها. و من البته قبول دارم که یه خورده تستش هم سخت‌تر بود. آره قشنگ بود. حالا آناهیتا، چون الان این چرا یه ذره سخته برای شما؟ چون این یه تیکه جمله وصفیه، من که هنوز جمله وصفی درس ندادم. من الان دارم فقط با شما گپ میزنم، میگم آقا این جمله هایی که که میگیره و میاد جلوی اسم جمله های هرزیه، که البته در جای خودش اینا کاربرد خودشو داره ها، یعنی اینا اسم قبل خودشون رو رفع ابهام میکنن. سه ناحیه، کدوم ناحیه؟ ببین جمله اینه، سه ناحیه مثلا بمباران شد، مورد حمله قرار گرفت. خب بعد مخاطب میگه خب این سه ناحیه کجاست؟ این جمله میاد رفع ابهام میکنه. There police suspected there were terrorists، جاهایی که پلیس مشکوک به حضور تروریست بوده. ولی حالا اینا که ما هنوز درس ندادیم، کلیت کار اینه جمله وصفی رو بذارید کنار، اسم قبل جای خالیتون رو قشنگ تشخیص بدید. بچه ها اگه میزونین سه چهار تست مونده که گرامرامون دیگه کامل تموم شه، 47 48 49 و 50. اگه میزونی، اگه سر حالی، قشنگ یه اوکی به من بده، خیالمو راحت کن. مثل اول کلاس آقا، اوکی های آخر کلاس باید چتو بتره کنه. آما شالله، مرسی ای خدا. من با این دانش آموزا نتیجه خفنیو که میخوان بگیرم، یعنی واقعا من این کلاس رو خیلی دوست دارم، هم محیط آنلاین آکادمی رو، هم بچه هایی که حالا توی ادوب اچ‌دی فعالن. دوست دارم که انشالله سال بعد نتیجه هاتون بهتره کنه. عمومی ها رو جدی بگیرید. هفته گذشته هم راجع به صحبت کردیم. The factory replaced most of its workers، میگه کارخونه دونه دونه میرم، کارخونه جایگزین کرده اغلب کارگراشو با ربات ها. به عبارت دیگر کارگرهای کارخانه روبوتس، ربات ها. کارگرها ریپلیس کردن یا شدن؟ آقا ریپلیس شدن، مجهول. پس گزینه یک سه خدافظ، یا دو یا چهار. حالا شما نظرتون چیه؟ تست 47. بله چهار. آقا ریپلیس اصلا حرف اضافهش ویته، ریپلیست ویت. آقا اینم گزینه چهار. الان یکی میگه آقا از کجا باید میدونستیم ریپلیس با ویته؟ ساب کن، من یک در وقتی در مورد صفات صحبت میکنم توی جلسه هایی که مربوط به پایه است، تمام پریپوزیشن هایی که در کنکور نیاز دارید و بهتون میگم. rely on، depend on، insist on، persist in، و و و همینطوری برو تا similar to، accused of، ashamed of، برو تا ته. اینا رو همه رو بهت میگم که دیگه ببینیم چی میخوان تو کنکور بهت بدن. بریم 48 بگیر. نه الان نه. As her mother I know she would never disrespect the elderly because she that way. سری گزینه بده. 48
باریکلا. گزینه 48 زدید، گزینه 4 زدید. بچه ها تو رو خدا یه بار دیگه این تست رو بخونید، خواهش میکنم. جان هر کی دوست داری من له نکن، من گارد نگیر، سری گزینه‌شون عوض شد. من گارد نگیر 4 رو کردن 3. الان یه بار دیگه بگم من گارد نگیر 3 رو میکنن 2. خب آقا میخوای بگیری بگیر، بیایم یک ترجمه، یه ترانسلیشن ورد بای ورد، ترجمه کلمه به کلمه روی این تست بذاریم. حالا از هر مادر رو که اصلا کاری نداریم. I know she would never disrespect، میگه من میدونم که اون بی احترامی نمی کنه the elderly، به افراد سنبالا، because she that way، چون که اون با این سبک بزرگ نشده. آقا that way یعنی به این سبک، به این روش. خب الان شیه پشت جای خالی هر جوری حساب کنی مفعول جمله است. bring up یعنی بزرگ کردن، پرورش دادن. خب شی که الان خودش پرورش نداده، بزرگ نکرده، پرورش داده شده، بزرگ شده. پس با یه نگاهی که این مجهوله، الان تست من مجهوله، یعنی شما گزینه معلومات رو بذار کنار، یعنی گزینه 1 خدافظ، گزینه 2 همینطور، گزینه 3 همینطور، بابا این ببخشید گزینه 4، اینم گزینه 3 تیک خورد، تمام. خب و دو تست پایانی. They suppose that we have everything we need. یه تگ به من بده ببینم. تستای پایانی ترکیبی بود، هم مجهول داشت، هم حرف ربط داشت، هم تگ داره. 49. این هفته قلمچی داریم؟ هفته بعد قلمچی. خب عباس میگه 2، زهرا میگه 2، کیمیا 2، همه بچه ها 2 هن، منم میگم 2، دمتون گرم. They suppose that we have everything we need. اونا تصور میکنن که ما هر چیزی میخوایم، we have everything we need، ما هر چیزی میخوایم رو داریم. خب بعد they suppose یعنی همین تیکه برای تگ ما کافیه. don't they، مرسی، اینم don't they، گزینه 2. و تست آخر همه باید صحیح بزنن. I suppose that you have everything you need. همون جمله بالاه. 50. I suppose. فقط دانش آموز من میگه اگه پشت فعل think، expect، suppose، know، consider، اگه همچین فعلایی دیدم I پشتش باشه خونسا میشه. I suppose. آقا این خونساه. You have everything you need. حالا گزینه don't you، گزینه 4، مرسی باریکلا. خب یه 50 تا هم تست وکب میمونه برای دوره پارت بی وکبلری. خب من واژگان رو که کامل اینجا بهتون گفتم، نکاتش هم گفتم، یه تعداد تست هم اینجا با هم زدیم. خب واژه های درس 1 6 صفحه واژه داشته، به طور کامل بررسی شده. یه چند تا هم تست وکب ازش زدیم. بچه ها تست وکبش رو تو چند زدیم؟ 4-5 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بفرمایید صفحه 36 تا تست چند واژگان زدیم؟ فکر کنم تا تست 6، نه؟ یعنی 5 تا رو زدیم، باید بریم 6. خب یه 4-5 تا هم تست وکب بزنیم. بعد دیگه چون تست وکب حالا نکته خاصی نداره و on your shoulder بیشتر، من گزینه های اینا رو اعلام بکنم که دیگه تست نزده‌ای باقی نمونه. خب
یه استاد بذار بریم. سید فاطمه کجا بذارم بری؟ خب 5 تا دونه تست بزنیم بعد من کلیدا رو سری میدم و برید دیگه، کاری نداریم. خب تست شماره 6، The news of the murder، خبر مردر. مردر رو اینجا خط میکشم ایکس. آ معنیش مهم نیست، کلمه های هرزه تست معنیشون مهم نیست. خبر ایکس شوکه کرد همه افراد کره جنوبی رو. And South Korean police و پلیس قول داد they would no effort. آقا کل تست رو نفهمی باید این تیکه رو بفهمی، درسته؟ سری گزینه به من بده بدو. 5 تا تست با هم میزنیم واژه، بقیه رو من کلیداشو برات میذارم، برو بریم سری. Spare no effort، آفرین، یعنی از هیچ تلاشی مضایقه نکردن. یک کالوکیشن معروف. پس گزینه 4 تموم. برم تست شماره 7، یعنی در تست واژه سرا بالا 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 منو نگاه کن، منو نگاه کن. 1، در تست واژه باید رو واژگانت که مسلط باشی، ترجمت کلمه کلمه باشه، کالوکیشن ها رو خوب بشناسی، کلمه های هرز تست هم تشخیص بدی، خیلی خودتو درگیر ترجمهش نکنی. 4-5 تا نکته مهم. برو بریم 7. Being under the influence of alcohol or other drug، میگه تحت تاثیر الکل بود. He was driving without جای خالی for the safety of others، رانندگی میکرد بدون جای خالی به امنیت دیگران. سری بده گزینه رو. ماشاءالله، بدون توجه به امنیت دیگران. آقا یه توجه میخوای بذاری اینجا، regard، without regard for the safety of others. مرسی. گزینه 2 بریم 8. It is surely the جای خالی of the stronger members in a society، قطعاً جای خالی اعضای قوی تر در یک جامعه است که به ضعیف‌ترها کمک کنند. خب گزینه چی زدن بچه ها محلا؟ 2-4. 2-4. پس قطعاً وظیفه قوی های یا کوانتیتی، کوانتیتی یعنی کمیت، خاک تو سرت نکنن که زهرا نوراللهی زدی 4. زهرا منه بگیر. آقا زهرا تو که گرامرت اینقدر خوبه چرا واژه رو سوتی میدی؟ خب آقا 4 آف کردم. گزینه 2 میگه قطعا وظیفه افراد قوی تر جامعه است به ضعیفا کمک کنند. اینجا گذاشتم وظیفه. برو بریم 9. 2 تا تست دیگه تموم. دشمن شرمنده زهرا، تو دانش آموز خوب منی، حواستو جمع کن. If you think this dress doesn't really suit me، میگه اگه فکر میکنی این لباس مناسب من نیست، I will take your جای خالی. سری بده. مرسی. Take someone advice یعنی به نصیحت کسی گوش کردن، یعنی به حرف کسی گوش کردن. Take someone advice. آقا اینم advice. گزینه 2 میگه من حرف تو میپذیرم، اوکی لباسمو عوض میکنم. ببین چه بچه خوبی بوده. I haven't much exercise. آقا do exercise، exercise با do میاد دیگه، تمام، از مشتقات دو باید بذاری. اینم گزینه 1. برو بریم تست 11، آخرین تست. The national health plan requires all children to be vaccinated against the major diseases. چطه؟ روباب ما رو گرفتی، تازه سلام میدی؟ من میخوام خداحافظی کنم داری تو سلام میدی؟ The National Health Plan، آقا برنامه ملی اینه که بچه ها واکسینشن در برابر میجر، یه صفته اصلا بلد نیستی ورش کن، در برابر بیماری های جای خالی. خب بیماری های کودکی دیگه، چایلدهود، یعنی گزینه 3. آقا اینجا می نویسم بیماری های دوران کودکی، بچه باید واکسینه شه در برابر بیماری های دوران کودکی، childhood diseases، و تمام. آقا الان مثلا خیلی هم زدن 2 همین تستو. generation، نسل بیماری ها،
خاش تو سرت با این ترجمه‌ات. نسل بیماری ها چیه؟ میجر یعنی اصلی. بچه ها خیلی از که به غلط زدن تستای وکب برای اینه که ورد بای ورد ترجمه نمی کنین. ببین جمله رو میخونی میگه واکسینه بکننش نسل بچه ها واکسینه شه، میزنه نسل. ولی وقتی ورد بای ورد میره میگه بیماری های دوران کودکی، پس گزینه صحیح خودش در میاد. خب بچه ها من آدرس اینستا رو بنویسم یه بار دیگه، بفرما. این سیامک، اینم جلالی، اینم 1980. خب دایرکت کن مشکل تو هر چیزی که هست روی اینستاگرام، من محلا هم کمک میکنه تمام سوالاتتون رو سیو میکنه به من انتقال میده. خب این از این. برنامه مطالعاتیتون، برنامه مطالعاتی هفته بعد شفاهن میگم میشه مرور جزوه 1، یعنی باید جزوه 1 تو بتره کنی. 30-40 تا تست وکبش مونده با 2-3 تا متن، من همه اینا رو در 30 دقیقه اول کلاس جلسه بعد انجام میدم. آراهیتا تو از اول کلاس گیر دادی به تو، حالا میشه بیای بیرون از تو؟ خب من یادم نمیاد به خدا. آهان در مورد تو، آهان تی دبل او، آقا تو جمله رو منفی میکنه. مثلا اگه بگم he's too nervous یعنی مفهوم این جمله منفیه، یعنی اون انقدر عصبیه که الان بهتره کنارش نری، یعنی جمله رو فازش رو منفی میکند، فاز معنیش رو. ولی حالا اینا دقیقا توی جلسات بعدی مورد بررسی قرار میگیره. اوکی؟ خب پس جمع‌بندی کار، آقا هر سوالی چیزی داری سیامک جلالی 1980. این از این. برنامه مطالعاتی هفته بعدت زومش روی جزوه 1، فقط جزوه 1 رو بتره کن. رأس 1 رو به 6 تا 6 آزمون، 15 دقیقه 20 سوال. کلاس ما هفته بعد دو پارت داره، یکی یه رو به 6 تا یک رو به 7. خب که تست میزنیم، رفع اشکال میکنیم، آزمون میگیریم، آزمون رو تحلیل میکنیم. بعد پارت دو یه رو به 7 تا یه رو به 8 میریم تو جزوه 3. جزوه 3 هم رو پنلاتون میاد امشب، فردا صبح پرینتش رو بگیر. آقا دوستتون دارم خیلی زیاد، در پناه خدا، خسته نباشید. درس دو نازنین، درس دو چیه؟ جزوه 1 یعنی درس 1 سال 12. این جلسه، این هفته باید، چون این جزوه 1 تو بچه خیلی مهمه، جزوه 1 خیلی مهمه، جزوه های بعدی که خیلی روونتر و سریعتر میره جلو. شما وقتی سر کلاس منی باید جزوه 1، جزوه 2 و جزوه 3 رو کنارت گذاشته باشی. من میگم بیا رو جزوه 1، بریم رو جزوه 2. اوکی؟ شب بخیر، خداحافظ.